برخ بانوان امروز بار دیگر مبنی بر بستماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم صدا بلند کردند. این بانوان از حکومت می‌خواهند تا هرچه زودتر دروازه مکتب‌های دخترانه را برای دانش آموزان دختر باز کنند. آنان همچنان از سکوت جهان در برابر حق بانوان در افغانستان نگران بوده و جهان را در این معامله هم صدا با حکومت سرپرست می‌دانند. بشیر احمد شیرزاد گزارش می‌دهد. ادامه دادخواهی بانوان برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه. شماری از بانوان اینجا گرد آمدند و بار دیگر خواستار بازگشایی هرچه زودتر مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در کشور شده و همچنان خواهان انکار نکردن هویت بانوان از اجتماعند. آنان محدودیت‌ها بر آموزش بانوان را مانع پیشرفت کشور و یک فاجعه بزرگ برای آینده بانوان می‌دانند. بسته‌ماندن دروازه‌های مکاتب به معنای فاجعه فرداست. فقر امروز از کمک‌های دیگران چاره خواهد شد. گرسنگی منتج به مرگ نخواهد شد. بی‌سوادی قتل عام ملت است. در مقابل آن سکوت چرم‌آور تاریخ برای فرداست. نسل بعد در مورد آن چه خواهد گفت؟ یکی از اشتراک کنندگان دیگر هم میگوید از راهی که برای خواست حقوقشان آمدند برنگشته و حتی از کشته شدن هم حراس نخواهند داشت. شاید کشته شویم، شاید اسیر شویم و یا شاید چند روزی خاموش شده ایم، اما 8 مارچ ده ها 8 مارچ دیگر برای زنان بیچاره به همه چیز افغانستان می آفرینیم. کم نمی شویم، گم نمی شویم، می مانیم، می سازیم برای خودمان در گوش های ناشنوا صدا و در بیناهای کور حقیقتی چون آفتاب خواهیم شد. این آقا هم آمده تا به گفته خودش برای حق خواهرانش صدا بلند کند. او از امارت اسلامی می خواهد تا در مکتب ها را برای دختران باز کند. عاجزانه و خواهش می کنیم در مکتب را برای دخترها باز کنند و اجازه کار و شغل را برای خانم ها بدهد تا اونها بتوانند مستقلانه کار بکنند و خرج مصارفشان را از طریق زحمات خودشان به دست بیارند. این معترضان همچنان از سکوت جهان در برابر حق بانوان انتقاد کرده و از جهان میخواهند بانوان را در این مسیر یاری رسانند. جهان خاموش و ساکت، معامله ها هم صدای شما حدی اقل است که این شب سیاه پایان یابد. زن افغانستانی با یک صدا فریاد میشویم. دیگر جنس معامله بازار دروغ نیستیم. از جامعه جهانی تقاضای ما همیست. ما توقع که ساختن نداریم. نمیخواییم وطن ما را ترک بکنیم. نمیخواییم وطن ما افگار و زخمی رها بکنیم. برویم در کشورهای بیرونی مهاجرت. نمیخواییم فقط همی که بالای کشور ما توجه بکنن، امنیتی ما را برپا بکنن و خانم ما را دوباره حقوقشان را برشان مساعد بسازن. اینان همچنان از عدم حضور بانوان در نشست عالمان دینی که در 3 روز گذشته در تالار لویه جرگه برگزار شده بود انتقاد کردند. میگویند در نشست عالمان دینی از بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم که کمتر از 300 روز از بسته‌ماندن آن می‌گذرد تصمیم گرفته نشده است.